سلام بر شما بینندگان خوب برنامه عیار. سلام، امیدوارم شب خوبی رو سفری کرده باشید و همچنین بگذرونید. امشب یک موضوع فوق العاده مهم داریم، بحث یارانه های پنهان هست. یارانه پنهانی که البته اثر آشکاری بر زندگی تک تک ما داره، نه فقط ما، تمام فعالان اقتصادی کشور و حتی کیفیت حکمرانی حاکمیت ما. موضوع بسیار حساسه، ابعاد ماجرا خیلی کلانه، درگیری اقتصاددان ها از لحاظ علمی البته در این مورد خیلی بالاست. به همین خاطر ما امشب توفیق داریم در خدمت دو اقتصاددان مطرح، جناب آقای دکتر سعدوندی و جناب آقای دکتر قلی‌زاده باشیم. ظاهر امر اینه که دو بزرگوار در خصوص حذف یارانه های پنهان، یعنی اینکه دیگه دولت سوبسیدهای یارانه هایی به برق و آب و نمیدونم گاز و موارد متعدد دیگر ندهد و حالا جایگزینی براش داشته باشه، در این مورد بحث خواهیم کرد. چون آقای دکتر سعدوندی موافق حذف یارانه پنهان هستند، اگر اجازه بفرمایید ما با آقای دکتر سعدوندی شروع کنیم، بعد هم البته در خدمت آقای دکتر قلی‌زاده هستیم، بعد از البته یک عرض ادب و سلامی. من سعی میکنم که زمان را هم به نحو مساوی و عادلانه تقریبا حفظ کنم بین دو بزرگوار تا انشالله به بحثمون به یک سرانجام خوبی برسه. آقای دکتر سعدوندی عرض ادب، خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت شما، سلام عرض میکنم خدمت دوست عزیزم جناب آقای دکتر قلی‌زاده، سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، هموطنان عزیزم. من باورم این هست که در حال حاضر، یا شاید عرض کنم خدمتون در 20 سال گذشته، مهمترین مبحثی که در اقتصاد میتونسته مطرح بشه همین مبحث یارانه ها هست که ما چگونه اگر یارانه ها رو ساماندهی کنیم به نفع اقتصاد هست، به نفع اخشار آسیب پذیر، اخشار محروم جامعه. من از این لفظ آسیب پذیرم زیاد راضی نیستم، محرومان بگیم خیلی بهتره تا اینکه در واقع آسیب پذیر، ولی برخوردار میتونیم بگیم. چه کنیم که قشر متوسط ما گسترده تر بشه، تعداد فقرهای ما کاهش پیدا کنه؟ به باور بنده تا وقتی که مسئله یارانه ها در کشور حل نشه ما به جایی نخواهیم رسید. واقعیت این هست که منافع بسیار کلانی در اختیار اقشار بسیار محدودی قرار میگیره. بعضی از افراد تصورشون این هست که اون اقشار ثروتمند جامعه دو سه دهک بالای جامعه هستن، این واقعیت نداره و ما ببینید که در سیاست گذاری و پالیسی میکینگ چقدر مشکلات وجود میاد، چون برداشت درستی از این که فرق چقدر گسترش پیدا کرده نداریم. برداشت بنده این هست کسانی که در حتی دهک دهم درآمدی، ده 8 میلیون نفر ثروتمند جامعه هستند، حتی برخی از این افراد متاسفانه با کسری بودجه خانوار مواجه هستند. من میخوام اصلاح کنم موضع من، نه فقط در این برنامه، در تمام این سالها موضع بنده مطلقاً بر حذف یارانه ها نبوده. به نظر من یارانه ها باید باشه، حتی ممکنه حتی گسترش هم بدهیم، ولی خب یارانه در ایران اندازه یارانه بسیار بزرگه. دقیق میفرمایید یارانه هست نشود ولی هدفمند بشود، به همه به طور یکسان تعلق بگیرد. اگر این اتفاق بیفته که یک بارم بحثش مطرح شد در دولت در 10 سال پیش، در اوائل دهه 90، در زمان آقای احمدی نژاد این بحث مطرح شد، اتفاقا در اجرا بسیار موفق بود. یعنی در اجرا کسی نیومد تظاهرات بکنه بگه مثلا یارانه نقدی به من تعلق نگرفت، ولی واقعیت اینجا بود که از به دلایل دیگری، و یکی از این دلایل این بود که ما این هدفمندی یارانه ها رو در گام دوم متوقف کردیم، به دلایل دیگری تورم به وجود آمد و در دولت تدبیر و امیدم کلن منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها در اختیار بخش های دیگری قرار گرفت. قطعا جناب آقای دکتر که الان حضور دارن در برنامه قطعا اطلاع دارن در سازمان برنامه بودجه چه گذشت که یارانه‌ای که قرار بود به مردم تعلق پیدا کنه و اون یارانه نقدی افزایش پیدا کنه متاسفانه این متوقف شد. اگر ما بتوانیم بریم به سمت یک سیستمی که الان در دنیا به عنوان بهترین سیستم حمایتی شناخته شده، همون سیستمی که ما کشور ایران اولین کشوری بود که اجرا کرد، چه سیستمی؟ سیستم یارانه نقدی یکسان، یا در دنیا تحت عنوان یونیورسال بیسیک اینکام شناخته میشه.
اگر ما بتونیم این رو دوباره برگردیم و اجرا کنیم، من باورم این هست که بخش عمده فقر از بین میره، کارایی اقتصاد افزایش پیدا میکنه، اشتغال افزایش پیدا میکنه، بیکاری کاهش پیدا میکنه، رشد اقتصادی افزایش پیدا میکنه. من قبل از اینکه وارد این برنامه بشم، تقاضام این بود که بیایید دست به دست هم بدیم، ما اقتصاددانان، مردم، همه کارشناسان، ارباب رسانه، شما عزیزان، دست به دست هم بدیم برگردیم به دهه‌ای. ما یک دهه داشتیم در تاریخ ایران، در دهه 40 نرخ رشد اقتصادی کشور بالای 10% بوده، نرخ تورم زیر 2% بوده. می توانیم به اون شرایط برگردیم. من معذرت میخوام از همه شما میام. در واقع نظر شما اینه که یارانه پنهان فقط جابجا بشه، یارانه از بین نمیره. ببینید یک بخشی، ببینید دولت ما یک وزن حدود 20% در جامعه داره. حالا البته این را خدمتتون عرض کنم که دولت ما در میان تمام کشورهای پیشرفته دنیا شاید کوچکترین دولت باشه. ما کوچکترین دولت‌های دنیا رو داریم. دقت می‌فرمایید، ولی دولت مرکزیمون ضعیف شده، تحقیر شده، کوچک شده. وظیفه دولت مرکزی امنیت، وظیفه دولت مرکزی قوه قضاییه، وظیفه دولت مرکزی حاکمیت قانون. اینها تضعیف شده، بهداشت، سلامت و آموزش. حالا اینها رو هم میشه به بخش خصوصی داد. علی ای حال دولت مرکزی ما یکی از کوچکترین دولت‌های مرکزی در دنیاست. حواشی دولت رو شما در نظر بگیرید، خصولتی رو در نظر بگیرید، بزرگترین بخش اقتصاده. هیچ نظارتی بر این بخش نیست. بر شرکت‌های دولتی نظارت نیست، بر نهادها هم نظارت نیست. اینها باید اصلاح بشه که اصلاح نمیشه. اگر قرار شد هدفمندی یارانه‌ها این بار اتفاق بیفته، اگر قرار شد ریدیستریبیوشن یا بازتوزیع یارانه‌ها اتفاق بیفته، باید اون سهم دولت داده بشود. اگر این اتفاق بیفته، بالاترین رقمی که برای کسری بودجه امسال در نظر گرفتیم چقدره؟ 400 هزار میلیارد تومان. الان شما فرمودید 1500 هزار میلیارد تومان ما یارانه پنهان داریم، 73 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار داریم. روی هم دیگه میشه حدود 1600 میلیارد تومان. 25% اینو در نظر بگیرید میشه 400 هزار میلیارد تومان. یعنی ما با فقط هدفمندی یارانه ها میتونستیم تورممون رو به سطح صفر برسونیم. تاکید میکنم به صفر برسونیم تورممون رو، کسری بودجه رو به صفر برسونیم. متشکرم دکتر، خیلی ممنون. آقای دکتر قلی زاده، خیلی خوش اومدید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی، جناب دکتر سعدوندی، مردم عزیز، بینندگان محترم، عرض شب بخیر و سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. قربان شما. آقای دکتر سعدوندی معتقدند که شکل یارانه ها الان برای کشور ناکارآمدی ایجاد کرده، باید منتقل بشه. حالا البته دقیق نگفتن که به چه صورت منتقل بشه، ولی باید منتقل بشه یک شیوه دیگه‌ای که قابل حدسه و بعد منجر به کنترل تورم و رشد اقتصادی رویایی مثلا دهه 40 میشه. موافق شما؟ آقای دکتر سعدوندی جمله رو فرمودن که خیلی مقدار ما رو خوشحال کرد، فرمودن که ما به مدیریت یارانه پنهان بحث داریم هست بشو. من اگر اجازه بدید خلاصه بگم که چت یارانه پنهان چی هست، که به جای واژه جهانی سازی قیمت استفاده میشه توسط طیف به اصطلاح تند حذف یارانه های پنهان. خب قیمت حامل های انرژی رو در کف بازار بین‌المللی خلیج فارس به اصطلاح از نشریه پلاس می‌گیرند، ضرب در نرخ ارزی که از یک بازار دیگری شکل می‌گیره در یک بازار حقیقی که من جمله از مباحث تحریم متأثر شده، منهای قیمت‌های دستوری داخلی. این بهش میگن یارانه پنهان. اساساً تعریف یارانه ها در مراجع علمی به اصطلاح چی مربوط به نوعی از قیمت‌گذاری است، وقتی دولت بخواد که از کالای اساسی در برابر مثلا مردم رو حمایت کنه یا گروه‌های خاصی رو برای برنامه‌های خاص حمایت کنه، پایین‌تر از قیمت تمام شده تکلیف می‌کنه کالای فروش بره، اون مابعد تفاوت رو به اصطلاح پرداخت می‌کنه به عنوان یارانه نقدی و اگر از مجوزهاش عدول کنه، تسهیل مجوز انجام بده در موانع به اصطلاح غیر مادی یا به اصطلاح کسب و کارش رو تسهیل کنه، شاید یارانه غیر مستقیم به اصطلاح بخشش های مالیاتی رو بشه نام برد. این بحثی بوده. اصلا در ادبیات فارسی هم یارانه این کلمه سوبسید که ترجمه شده یاری کردن دیگه، قرار یاری بکنیم. بنابراین اگه ما کسی میخوام یاری بکنیم، یاری گیرنده میگه من یاری نمیشم، قطعا یک بحث به اصطلاح یارانه یه مقدار اینجا کم رنگ میشه. اساسا بحث یارانه پنهان که نزدیک فکر میکنم بیش از 2 دهه در اقتصاد ایران و فقط در اقتصاد ایران رایج شده، چنین واژه‌ای در جهان وجود نداره. مثلا حتی کشور امریکا هم قیمت‌های انرژیش نسبت به برخی بازارهای بین المللی پایین تره، ولی شما هرگز در ادبیات اقتصادی در این کشور از واژه یارانه پنهان چیزی نمیبینید. ولی برگردیم به تجربه خودمون و ببینیم چه کار کردیم. ما مردم رو به چند به اصطلاح دلیل، اگر نهایتا منجر میشه به آذر 89 که بحث همین هدفمندسازی یا اجرای قانون هدفمندسازی اجرا میشه، ما مردم رو متهم به بیش مصرفی کردیم، ما قاچاق گسترده رو در ذهن مردم کردیم
و به اصطلاح ناکارآمدی در سوخت و نهایتاً به چنین عناوینی ببینیم. واقعا این اتفاق افتاده؟ یعنی واقعا مصرف زیاد بوده جناب دکتر سعدوندی؟ من آماری رو خدمت شنوندگان بینندگان عزیز و جناب عالی تقدیم میکنم. ببینید ما در حوزه بنزین و حالا اون سه فرآورده نفتی که بیشتر مردم باهاش سر و کار دارن، بنزین، گازوئیل، نفت سفید، که نفت سفید در روستاها بیشتر مصرف میشه، گازوئیل بخشش حمل و نقل، بخشش بخش مربوط به صنایع هست و بنزین هم همش مربوط به حمل و نقل. خب خوشبختانه من همیشه تاکید کردم در ما الان 100 سال آمار داریم. اصلا مزیت داشتن آمار واقعا با در اقتصاد خیلی فرصت بزرگی است. بنزین در تا از سال 1306 تا سال 1357 در نظام سیاسی قبلی سالانه به طور میانگین 16% رشد کرده. گازوئیل هر ساله میانگین 25% رشد پیدا کرده. نفت سفید هر ساله 16% رشد پیدا کرده. پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سال 1358 تا پایان سال 1399 این نرخ‌ها چه تغییری کرده؟ ما با این شرط، یعنی با این اطلاع می‌دانیم که انفجار جمعیتی ما در سال‌های 59 تا 65-6 اتفاق افتاده، طوری که تقریبا جمعیت تا دو برابر افزایش پیدا کرده. ببینید بنزین از سال 1358 تا پایان 1399 سالانه 5% جناب دکتر رشد کرده، گازوئیل سالانه 4% میانگین و نفت سفید منفی 2%. البته نفت سفید از سالهای دهه 70 اوایل دهه 70 با گسترش شبکه گازرسانی ما سال 70 30 میلیون لیتر در روز نفت سفید مصرف میکردیم که الانی که من خدمت شما هستم این عدد 5 میلیون لیتر در روزه. یعنی از همینجا شروع کنم شما ببینید امکان جانشینی برای مصرف کننده بوده، اونم مصرف کنندگان طبقه ضعیف و روستا. یعنی پس خیلی هم مصرف بیش از حد بالا نرفته، بیش مصرفی زیر سوال اینجا اساسا. در مورد این آمارهای رسمی است در ترازنامه هیدروکربونی و ترازنامه انرژی وزارت نیرو هست. بنابراین این آماری که سالها تزریق شده که مردم بیش مصرفن با لحاظ کیفیت خودرو، با لحاظ به اصطلاح من یه آمار دیگه خدمت شما بگم، چون بحث سال 1386 یک نقطه عطفیست در انرژی ما به دلیل اینکه قانون هدفمندسازی با بحثی به نام سهمیه بندی که اساسا اونم آزادسازی قیمت بنزین بود از 100 تومان به 400 تومان، میانگین نرخ رشد مصرف سالانه بنزین تا پایان سال 99 آقای دکتر نزدیک به 0% در حالی که جاده های ما سالانه 2%، خودروهای ما سالانه 7%، جمعیت ما 1.3% رشد کرده. اساسا با کیفیت خودروها که استاندارد مصرفشون 40% از جهان بالاتره و عدم امکان جایگزینی و شقوق مختلف هم نقل عمومی و سایر مسائلی که به مصرف مرتبطه، اساسا می‌بینیم واقعا مصرف مردم بالاتر. متشکرم آقای دکتر. فرمایش آقای دکتر قلی‌زاده جالب بود. یعنی ایشون اومدن اصلا یک مرحله پیشینی فرمودن که اصلا شما روی چیزی سنگ بناتون چیزی بوده، روی چیزی تئوری چیدید که اصلا وجود خارج نداره، یه افسانه یارانه پنهان داریم. اولا از لحاظ ادبیات اقتصادی ما اصلا یک مفهوم ابداعی خودمونه. ثانیا که شما مدام دارید جنبه‌های مختلفی میگید، از جمله اینکه یارانه پنهان موجب قاچاق بیشتر میشه، یارانه پنهان مصرف رو بیشتر میکنه، در حالی که آمار چنین چیزی رو تایید نمیکنه. آقای دکتر سعدوندی ببخشید در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. بینندگان که فرمودن میخواید کسی که صحبت میکنه ماسکشو برداره یا چون این بله. نزدیک هستیم هر جور... من خیلی نمیترسم از کرونا. بله نه ما میخوایم که پروتکل رو رعایت کنیم، اتفاقا باید انذار بدیم، هشدار بله، بدیم. بله، بله. شما که بیرون نشست فرمودید که ماسک باشه، من خیلی استقبال کردم. خیلی من ماسک بزنم، ولی شما اگه زحمتی نیست ماسک بزنید. بله، بله، من ماسک بزنم. برمیدار توصیه کردن که شما ماسک بزنید، مهمونای برنامه که صحبت میکنن صداشون بهتر بیاد. خیلی ماسک در آوردن زدن اینا خیلی داستان داره. اشکال نداره. نه یه مقداری همتمون ماسک بزنم دست شما در نکنه. خب ببینید من میخوام یک توضیحاتی خدمت جناب قلی‌زاده عزیز و خدمت مردم عزیز عرض کنم. ببینید ما یک روش سیاست‌گذاری اقتصادی در 50 سال گذشته اعمال کردیم، پی گرفتیم، نتیجه‌ش هم همین امروزه. و در تمام این سالها کلن سیاست گذاری اقتصادی ما تغییر نکرده. یک سری سیاست ها رو ما پیگیری کردیم، از قبل از انقلاب هم شروع شده. قبل از انقلاب هم کسانی که در دهه 1340 من بیرون همین استودیو که بودیم من خدمت دوستان عرض کردم، سیاست های اقتصادی در دهه 40 اجرا شده توسط یک گروه اندکی که تصمیم گرفته بودند اقتصاد ایران رو ارتقا بدهند. این گروه حذف میشوند از دهه 1350 تا امروز یک سری سیاست ها ادامه داره، مثل همین ارز 4200 و ارز ترجیحی که امروز میبینید سالیان سال از 50 سال است که این سابقه داره. آیا مردم عزیز ما از این سیاست ها منتفع شدن یا متضرر شدن؟ من برداشتم این است که قریب به اتفاق جامعه بگن متضرر شدیم. این نکته اول هست.
نکته دومی که اصلا جناب آقای دکتر قلی‌زاده، ما اصلا کار نداریم با دنیا، ما با خودمون نگاه میکنیم. ما میبینیم که ببینید یک چیزایی در این کشور اتفاق میفته، برای شما شاید عادی باشه، شاید برای مردم ما عادی باشه. خدا شاهد بنده که در خیلی از کشورهای جهان زندگی کردم، رفتم، سر زدم، چنین چیزایی ندیدم. الان بینندگان عزیزی که در این برنامه رو دارن میبینن، الان شب هست، در بسیاری از کشورهای بسیار پیشرفته دنیا، نمیخوام اسم بیارم، در کشوری که بنده تحصیل میکردم خیلی وقتا میدیدم در شب مردم یک در واقع خونه خاموشه، یک چیزی برق میزنه. بعدها متوجه شدم اینها وقتی میخوان تلویزیون ببینن چراغ خاموش میکنن، وقتی میخوان نهار بخورن شمع روشن میکنن. در کشوری که بالاترین مصرف انرژی در دنیا رو، شاید سرانه یکی از بالاترین ها یا بالاترین در جهان باشه، دقت میفرمایید که آقای قلی‌زاده مثال زدن، قیمت بنزین هم ممکنه ارزون باشه، دقت میفرمایید اینقدر هست قیمت که صرفه جویی کنن. من تا به حال نشده در کشور خودمون وارد سوار اتومبیل بشم و نگران این باشم که مصرف مازاد، مصرف بنزین ممکنه که جیب من رو خالی کنه، ممکنه من درآمدم از دست بدم، ثروتم از دست بدم. به این فکر کنم که به جایی که این مسیر رو برم یک مسیر دیگری بروم، شاید که من بتونم مثلا 5000 تومان سیو کنم. ولی در کشورهای دیگه قیمت بنزین به نحوی است که افراد روی مصرف بهینه خودشون تصمیمات درستی رو اتخاذ میکنن. حالا ما اومدیم این کارو کردیم. مردم عزیز، قیمت ارزان بنزین رو نبینید که ما ارزان ترین قیمت های بنزین در دنیا رو داریم. از اون طرف دولت مجبور میشه گران ترین قیمت خودرو رو در دنیا داشته باشه. از اون طرف دولت مجبور میشه که بی کیفیت ترین خودرو رو در اختیار شما قرار بده. دقیقاً میفهم اینها مسئله است. بله اینجا میتونیم در باغ سبزشون بدیم. بله ما نفت سفید رو مجانی میکنیم، ما بنزین رو مجانی میکنیم، اول نمیگیم که ما خودرو رو بد گرون کنیم. دقیقاً میفرمایید. خب اینها مسئله اصلی ماست. ما الان در زمینه ارز 4200 هم که به یک نحوی میتونیم بگیم که یارانه پنهانی هم اینجا هست. خب این ما ارز 4200 و این طرف الان دولت واقعا تنها مونده. من الان دارم میرم روی مین که اومدم اینجا در استودیو شما حضور پیدا کردم، چون اطلاع دارم. ببینید من یک، حالا شاید اسم نیارم، ولی یکی از افراد سیاسی که در دهه 1970 طرفدار سیاست تعدیل بوده، دیروز اومده مصاحبه کرده، به شدت با در واقع هست ارز 4200 مخالفت کرده. چرا؟ برای اینکه رادار دارن میسنجن اینا افکار عمومی مخالف هست ارز 4200 هستن. ناهمواری اشکال نداره. حالا به هر حال دیگه بالاخره افرادی که سیاسی کاری دارن میکنن، آقای عزیز شما نمیدونی که ارز 4200 32 میلیارد دلار. ببینید دوستان عزیز من، ببینید 32 میلیارد دلار، ما یکی از مهمترین طرح‌های راه آهنی که میتونست این کشور رو نجات بده، حداقل شرق کشور رو نجات بده، راه آهن چابهار سرخس، اینقدر بنده خودم خونه دل خوردم که ای کاش این راه آهن به بهره برداری برسه. کل هزینه که احتیاج داشته یک چیزی حدود 1 میلیارد دلار بوده. ما 32 میلیارد دلار ارز 4200 در این کشور به ثمن بخش به باد دادیم، ولی اجازه ندادیم کل راه آهن کشورمون اصلاح بشه، ساخته بشه. اجازه ندادیم حمل و نقل شهریمون ساخته بشه. بعضی از افراد میگن اول حمل و نقل شهری رو بسازید بعد سوبسید رو حذف کنید. این مثل این میمونه که بگیم اول گردو رو بخوریم بعد میوه گردو رو بچینیم. نه عزیز من، اول باید شما درخت گردو، باید گردو رو بکاری 10 سالم صبر کنی تا این ثمر بده. بعد از 10 سالم 50 سال دیگه طول میکشه تا این درخت گردو به حد اکثر باروری خودش برسه. برعکس که نمیتونه بریم مسیر اقتصاد رو. نکته دیگر، من فقط این نکته رو عرض کنم خاتمه بدم. جناب دکتر قلی‌زاده عزیز فرمودن که ما مصرف انرژیمون انقدر رشد نکرده، انقدر بالا نبوده. جناب دکتر قلی‌زاده، ما یک مفهومی در اقتصاد داریم به نام شدت انرژی. من چون که منزوی هستم، در منزل هستم، به آمار دسترسی ندارم. شما خدا را شکر در سازمان برنامه هستید، بعضی وقتا به ما کمک کردید، آمار به ما دادید، یعنی کمک کردید، اطلاع دادید، اعداد رو گفتید و من از شما سپاسگزارم که اعداد رو مطرح می‌کنید. شدت انرژی در ایران بدترین وضعیت در دنیا رو داره. چرا؟ چون قیمت انرژی تقریبا رایگانه. انرژی رو رایگان میکنید، خودرو رو گران میکنید. انرژی رو رایگان میکنید، خدمات دولتی ارائه نمیشود. سپاسگزارم. آقای قلی‌زاده، انرژی گران بشه خودرو ارزان میشه یا راه آهن توسعه پیدا میکنه؟ نه خیر. البته در اقتصاد خب اینا کالای مکمل هم هستند، ولی ضرائب و اعداد اقتصاد رو باید بحث کنیم. من یه آماری بدم پاسخ آقای دکتر هم در مورد شدت. من از روی ترازنامه انرژی که سند رسمی منتشر کشور رو بخونم. ببینید آقای دکتر سعدوندی، بینندگان عزیز، ما 3 مقطع به ما مجوز دادن آقا درمیدیم. ما 3 مقطع رشد اقتصادی داشتیم. دهه 40 که خوب اقتصاددانان میگن دهه طلایی اقتصاد، نرخ رشد 2 رقمی داشتیم.
در سالهای 75 نیمه دوم دهه 70 75 تا 80 نرخ رشد ما 5.5% بوده. بعد سال 80 تا 85 که نرخ رشد ما 7.12% به طور میانگین سالانه بوده. در ادبیات اقتصادی مصرف انرژی همانند کالاهای مصرفی به مثل کیک و نوشابه و اینا مطرح نمیشه. اساسا جناب دکتر استدلال دارن که مصرف برای انرژی ما به اصطلاح یک درایو دیمند مصرف مشتق است، یعنی برای خدماتی از این انرژی که میخوایم ببریم ما اون انرژی رو برای کالای دیگری برای خدمات دیگری استفاده میکنیم. ببینید در اقتصاد، در علم اقتصاد عنوان نشده که در برای اینکه مصرف انرژی بره بالا درآمد، چون داره یک گفتگوی دیگری البته اینجا ده این اشاره شد این غلطه. در علم اقتصاد انرژی عامل تولیده، به خصوص در ادبیات جدید اقتصاد برای اینکه تولید کشوری افزایش پیدا کنه این تولید تابعی است، نیروی کار، سرمایه و انرژی. خب در این سه تا نرخ رشدی که عرض کردم ببینیم مصرف انرژی کشور چه بوده و جهان چیکار کرده. بلا استثناء تمام کشورهای توسعه یافته در جهان در مقطعی که جهش پیدا کردن به سمت صنعتی شدن از انرژی به اصطلاح ارزان، که آقای دکترم یک واژه ارزان رو گفت، من حالا اون نورون نکته توضیح خواهم داد، عرض به حضور در دهه 40 ما سالانه نرخ رشد انرژیمون 11% رشد کرده، هر سال 11%. در سال 75 تا 80 که 5.5% نرخ اقتصاد بوده انرژی ما سالی 6 تا 7% اینطور رشد کرد. در سال 80 تا 85 که نرخ رشد اقتصاد ما، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ما 7 تا 12% بوده، نرخ رشد سالانه مصرف کل انرژی ما 7-8% بوده، یا 7.5 بین 8%. یعنی همزمان که رشد اقتصادی اتفاق میفته انرژی داریم میره بالا. نکته جالب اینه که از سال 1386 تا پایان همین سال 1399 که گزارش شده میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ما که حدوداً 0% در همین بازه میانگین نرخ رشد تولید مصرف کل انرژی کشور چیزی نزدیکی به 0%. بنابراین این وقتی ما در جامعه آماری صحبت می‌کنیم اصلا مدل و نمونه از بین میره. من یه بازه یه قرنه رو مثال زدم، یعنی آمارش ارائه کردم. در کشور ما هم هر وقت انرژی رفته بالا تولید تکون خورد، اما شدت انرژی. ببینید جناب دکتر، نکته شما صحیحه در مورد شدت انرژی. خب شدت انرژی رو من یک واژه عمومی میدونم، برخلاف اینکه خب خیلی از جسارت نشه در مثلا نهادهای تصمیم گیری ادارات این واژه خیلی استفاده میشه، میندازن تو ذهن مردم شدت. من از روی گزارش رسمی که توسط معمولا این دستگاه ها طرفدار یارانه پنهانندگی معلومه به دلیل منافعی که هست توش، ببینید خودش میگه، یعنی خود ترازنامه انرژی سال 97 صفحه 12 میگه شدت انرژی میتواند 12 عامل رو برمیشموره، ولی یک عامل روش تاکید میشه، قیمت. 11 عامل رو ببینید وضعیتش تو کشور چیه، خودش نوشته میگه شدت انرژی میتواند متأثر از سطح استانداردهای زندگی، عوامل آب و هوایی یا ساختار عوامل آب و هوایی یا ساختار اقتصادی و صنعتی کشور باشد. شدت انرژی کشورهایی که دارای سطح بالاتری از استاندارد زندگی هستند مصرف انرژی بیشتری داشته و در نتیجه این امر و شدت انرژی تأثیر می‌گذارد به بهینه‌سازی ساختمان‌ها، ترکیب سوخت‌های مورد استفاده در بخش حمل و نقل، مسافت بین مکان‌های جغرافیایی، شیوه‌های حمل و نقل، تکنولوژی به کار رفته در خودروها، ظرفیت حمل و نقل عمومی، اقدامات صورت گرفته در امر بهینه‌سازی مصرف انرژی، حتی حوادث طبیعی و قیمت‌ها. ببینید من شمردم 12 عامل اسم میبره، تکلیف اون 11 عامل چی میشه جناب دکتر؟ یعنی الان این وضعیت مسکنی که در اختیار مردمه، مردم مقصر این مسئله. مثلا الان من یه آماری خدمت شما بدم، اینا همه چون من آوردم آماری رسمی کشور، اینا مال جریان انرژی چه اتفاقی افتاده. ببینید در سال 1386 که سهمیه بندی اجرا میشه، در سال 1389 مصرف خانگی ما، دو نقاط رو دارم مقایسه میکنم، سالانه نیست، یعنی مصرف کل انرژی توسط بخش خانگی و تجاری ما در 89 نسبت به 86 2.5% منفی شده. اتلاف انرژی ما که عددش در سال 1397 هم خواهم گفت حدود 395 میلیون بشکه در سال معادل نفت خامه، 7.3% نسبت به 1386 افزایش پیدا کرده. و اگر به نمودار این عددی که اسمشو گذاشتن یارانه پنهان نگاه میکنیم، به گونه ایست که با این سیاست دو اتفاق افتاده. اولی که ما مثلا افسار بستیم به اقتصاد ایران، دیگه اقتصاد ایران روش نمیکنه، همین عددی که گفتم، یعنی در بازه که انرژی مصرف نمیشه طبیعتا روشی هم اتفاق نمیفته. دو، شما نگاه کنید در زمانی که سال 1389 هدفمندی اجرا میشه 90، یعنی در سال 86 جنر 88 جنر به دکتر 89 90 90 این عدد بالا میره،
در حالی که مصرف در دو سه سال از این مقطع پایین میاد. اساسا این اعدادی که محاسباتیه، عددی که از دو بازار یعنی بین المللی استخراج میشه، تابع نرخ ارز و قیمت جهانی نفت و اساسا به رفتار مصرفی مردم ارتباطی نداره. من فقط برای همراهی مردم با بحث از کنم، شدت انرژی که مطرح کردن یا شدت مصرف انرژی شاخصی است، به معنی اینی که این انرژی تا به تولید برسه، تولید کالای نهایی برسه، چه میزان هزینه برده. اگر در کشور الف مثلا هزینه این که تبدیل انرژی بکنیم به تولید فرض کنیم 100 واحد باشه، از کشور ب جامعه ب 200 واحد باشه، یعنی جامعه ب ناکارآمدتره، هزینهش برای تولید کالا خیلی بیشتر رفته، این باعث ناکارآمدی کلان اقتصاد میشه. آقای دکتر، باز هم به نظرم بیشتر بحثایی که آقای دکتر قلی‌زاده فهمیدن یه مقدار مفهوم شناختی هم بودین، هنوز درگیری مفهوم شناختی وجود داره و همچنین در همین معیار شدت انرژی هم تردید کردن که آیا این عاملش علتش یارانه پنهانه یا خیر. بله، ببینید جناب قلی‌زاده، ما با هم همسو هستیم. من خوشحالم شما مطالبی که فرمودید، البته باید بین دو خط رو بخونیم، اما شما اشاره کردید به انرژی در کشور ما ارزان هست، خوشحالم که این مسئله رو عنوان کردید. امیدوارم که در ادامه بحث آمار بیارید که ما از نظر قیمت انرژی در دنیا در چه سطحی قرار داریم، و امیدوارم که اشاره کنید به اون کشور دوست و برادری که الان ابر تورم داره، اونم اتفاقا قیمت انرژیش خیلی ارزون بود و به ابر تورم کشیده شد. ببینید اینها به هم دیگه مربوط میشوند. من خدمت شما ابتدای برنامه عرض کردم، ببینید مردم عزیز ما، ما اگر این در واقع یارانه‌ای که داره تقسیم میشه فقط به صدک صدم درآمدی میرسه، ما هم ارز 4200مون به صدک صدم درآمدی میرسه، یعنی ما حدود 800 هزار نفر تا 1 میلیون نفر در این کشور داریم که آنچنان ثروتمندند که آمار رسمی جهانی هم خدمت شما عرض میکنم، ثروتمندان ایران از نظر برخورداری از منافع مادی با ثروتمندان آمریکا در یک حد دقیق میفرمایید، یعنی همه عوامل رفاه در اختیار ثروتمند ایرانی قرار داره. ما به این ثروتمند ایرانی میایم ارز 4200 میدیم، ما به این ثروتمند ایرانی میایم انرژی ارزان میدهیم. دقیق میفرمایید، ما صحبتمون اینه، اگر این یارانه رو به همه به طور یکسان تقسیم کنیم، اون وقت وضعیت حداقل 5 دهک درآمدی ما به شدت تغییر خواهد کرد. جناب قلی‌زاده به این مسئله اشاره نمی‌فرمایند که وضع دهک اول درآمدی ما، که مطمئن باشید هیچ کدوم از دهک اول درآمدی الان پای تلویزیون ننشستند که صحبت‌های بنده رو بشنوند. اینها اصلا تلویزیون ندارن، اینها در قضای خودشون موندن، اینها ماه به ماه گوشت نمیخورن. من با یک مسئول در واقع کمک به فرزندان یتیم داشتم صحبت میکردم، میگفت ماه به ماه گوشت نمیخورن. دقت میفرمایید، ما میان یارانه روی گاز میدیم، سیستان و بلوچستان یارانه نداره. آخه ما عدالت هم یک مقداری بالاخره ما یک جایی باید این همه ما شعار عدالت دادیم، این درسته این وضعیتی که ما داریم؟ ما بیایم در تهران شما میبینید که در بیرون رستوران ها خیلی وقتا گاز داره هدر میده، پیاده رو گرم میکنند، اون وقت روستاهای ما چه وضعیتی دارن؟ آیا از این یارانه برخوردارن؟ آیا بهره مندن از این یارانه؟ حداقل شما این یارانه رو، این مثلا قیمت گاز رو یه مقداری افزایش بدید، این گازکشی رو به همه کشور برسونید، نه فقط به برخوردارها. ما از شمال شهر تهران شروع کردیم گاز دادن تا رسید کی؟ رسید به خوزستان که خودش، یا مثلا بوشهر که خودش مرکز گاز بوده. دقت میفرمایید، آخه با این به این مسئله ما باید دقت کنیم. تو ما 50 سال داریم مطالب رو مطرح میکنیم که کاملا خلاف اون چه هست که در دنیا اتفاق افتاده. جناب دکتر قلی‌زاده به درستی فرمودن انرژی ارزان رو مطرح کردن، به درستی فرمودن که اتلاف انرژی افزایش پیدا کرده، به درستی فرمودن که 10 سال این کشور بدبخت، 10 سال ما نرخ رشد تشکیل سرمایه منفیه، از سال گذشته نرخ تشکیل سرمایه از نرخ استهلاک پایین تر بوده. ما باید از یک جایی، اصلا من کار ندارم این که شما اسم این رو یارانه پنهان بگذاری یا مسئله دیگری، ما از یک سری کالاهایی که به قول اقتصاددونا میگن نگاتیو اکسترنالیتیز داره، نگاتیو اکسترنالیتیز یعنی برونداد منفی داره، یعنی آثار خارجی منفی داره، یعنی اگر من مصرف کنم، من بهره مند شدم، تو ماشین بنزم نشستم، من مصرف میکنم، تویی که بیرون هستی ماشین نداری باید دودشو تحمل کنی. الان چند هزار نفر به خاطر آلودگی در همین شهر تهران از بین رفتن،
این چه روشیه که حتی این روشی که ما الان باب کردیم حتی دیگه شمال شهر تهران هم بهره‌مند نیست. ببینید یک نکته خیلی اساسی برای ما مهمه، الاهم و فی الاهم، اگر شما در اقتصاد انجام دادید، اگر اولویت ها رو تشخیص دادید، این اقتصاد شما پیشرفت میکنه. اگر تشخیص ندادید همین وضعی میشه که الان داریم که نرخ رشد تشکیل سرمایه‌مون 10 سال منفی بوده. چگونه؟ وقتی که شما یارانه میدید روی انرژی، انرژی جناب آقای دکتر قلی زاده، انرژی جانشین اشتغاله، دقت میفرمایید، انرژی جانشین اشتغاله. وقتی که شما میتونید سرمایه گذاری بکنید در نساجی، اون سرمایه گذاری رو نمی کنید، میرید سرمایه گذاری میکنید مثلا در پتروشیمی، نمیگم اشتباهه، ولی اولویت رو قائل شدیم به نحوی که نساجی زمین میخوره، به نحوی که صنایع کاربر یا کارگربر سرکوب میشن، تعطیل میشوند، چه صنایعی رشد میکنند؟ صنعت تولید شیشه، چرا؟ انرژی زیاد احتیاج داره. صنعت تولید فولاد، چرا؟ انرژی زیاد احتیاج داره، رانت هم میدیم. صنعت پتروشیمی، انرژی زیاد در واقع نیاز داره، رانت هم بهش میدیم، سوبسید هم بهش میدیم. شما فرمودی سوبسید یعنی کمک، کمک به کی؟ ما داریم کمک به کی میکنیم؟ کمک به این میکنیم که آبمون در اصفهان بره در خدمت کارخونه فولاد قرار بگیره، از اون طرف کشاورز بیاد تظاهرات کنه. این واقعیت های کشور ماست، بپذیریم که این یک سیستمه. اگر قرار نباشه سیستمی به قضایا نگاه کنیم که به جایی نمیرسیم. انرژی جانشین اشتغال هست. شما وقتی روی انرژی سوبسید میدید، بله درست میفرمایید، در مراحل اولیه توسعه انرژی ارزان اگر شما بدی، افراد خونشون رو گرم میکنن، در تابستون ایرکاندیشن میذارن، اگر ایرکاندیشن نداشته باشن، کولر نداشته باشن، وسایل سرمایش و گرمایش نداشته باشن، نمیتونن کار کنن. بنابراین در ابتدای فرایند توسعه ممکنه که شما اگر به انرژی سوبسید بدید، به عنوان یک نهادهی تولید شما کمک کنه، ولی وقتی به همه خونه ها شما گاز کشیدید، اما از اون طرف مجوزات مشکل داشت، از اون طرف زیرساختات مشکل داشت. ببین سوالی که شما مطرح فرمودید خیلی سوال مسئله داری بود. ما 32 میلیارد دلار به ارز 4200 دادیم، در حالی که میتونستیم بدیم به خرج راه آهن بکنیم. خب نکردیم، بقیه کشورها کردن. همین الان کشور هند رو مثال بزنم خدمت شما، که میدونه پیشرفته ترین سیستم ریلی دنیا در ژاپن هست. سیستم ریلی که زمانی که تصمیم گرفتن، که هنوز هم انجام نشده، بین لس آنجلس و بین سان فرانسیسکو در آمریکا میخواستن خط آهن بکشن، گفتن تنها خط آهنی که به درد میخوره سیستم ژاپنیه. کشور هند رفته سیستم ژاپنی رو آورده در کشورش، 500 کیلومتر خط راه آهن پرسرعت ایجاد کرده. ما چرا استفاده نکنیم؟ ما چرا یاد نگیریم؟ آیا در هند فقیر نیست؟ چرا فقیر هست؟ ولی میدونن برای اینکه فقرا پیشرفت کنن احتیاج به راه آهن دارن. ثروتمندان که احتیاج به راه آهن ندارن، پشت بنزشون میشینن، راننده هاشون هم منتفع میشوند. دقت بفرمایید. متشکرم. آیدا تو داخل شما هستم. آیدا تو خیلی صدا. من چون ارادت دارم با دکتر صدوندی، نپریدم وسط حتمشون که اینو به خودم تکلیف میدونم، خواهش می‌کنم. ولی آیدا دکتر، چون برنامه ضبط شده، مردم دیدن و تو آرشیو هم هست، من عرض نکردم انرژی ارزانه، گفتم در مورد این که آقای دکتر صدوندی میفرمایند انرژی ارزانه. مثلا یه برنامه دیگه‌ای منظورت ما، نه همینجا کاملا میدونم، همینجا الان ایشون نه همینجا گفتم این واژه ارزانی که آقای دکتر صدوندی فرمودندم توضیح میدم که توضیح دادم. درسته. اساسا انرژی در ایران ارزان نیست آقای دکتر. نگاه کنید به چند عامل. اولی که بیایم ببینیم به چه ارزانه. وقتی ما میگیم ارزانه، اونجا رو بهتون توضیح ندادم به چی ارزانه. یعنی اگه به جیب بنده یا مردم داریم بحث میکنیم، یا نه به جیب مثلا مردم اروپا بحث میکنیم یا امریکا، برای این شاخص وجود داره. جناب عالی هم استثار دارید. این شاخص خودرو هم بفرمایید، نسبت به جیب مردم. خودرو هم میگم، چرا بحث خودرو هم هست، مسکن هم هست. اتفاقا چند سال طول میکشه؟ ببخشید آقای دکتر قلی زاده، شما نیومدید وسط صحبت بنده، ولی اینو توضیح بده. چند سال طول میکشه مردم ایران بتونن مسکن تهیه کنن؟ حداقل 115 سال، 105 سال، 105 سال. همچاره ببینید، اینم بحثی اتفاقا اگر یارانه پنهانو بپذیریم، یارانه پنهانی که مرد دستمزد مردم به دولت ها پرداخت کردن و همین مسکن و ناکارآمدی های در مدیریت و حکومتی کشورن، باید وارد ادبیات بشه. بگذاریم از این موضوع، ولی ببینید سهم هزینه یه خانوار در همین سند رسمی که داره منتشر میشه، در ماه از سهم هزینه انرژی از سبد مخارج خانوار چند درصده و در دنیا چند درصده؟ ببینید برخلاف آنچه که گفته میشه، من میبینم تو فضای مجازی هم هست که آقا این روسایی ها حقشون خورده میشه و ضعفا، این مبتنی بر یک نگرشی است که چون اینا مثلا ممکنه ماشین یا خودرو نداشته باشند، این اتفاق ممکنه بیفته. ولی همین ترازنامه رو دارم میخونم، اتفاقا بد نیست دوستان به اصطلاح این ترازنامه ها رو آقای دکتر حتما شما نگاه کردین، دوستانی که در فضای مجازی خب بی پروا می نویسن نگاه کنن. ببینید میگه بررسی دهک های هزینه نشان میدهد که صفحه 14 ترازنامه انرژی 1397 که در خانوارهای شهری و روستایی هر چه سطح درآمد پایین‌تر باشد، سهم هزینه انرژی
افزایش پیدا میکنه، اما نکتهش طبیعی است. یعنی شما دارید بار بیشتری بر روی طبقه ضعیف میذارید با افزایش قیمت انرژی. مستاق مطالعه‌ای که وزارت کار در سایت خودش گذاشته، اما این سهم چقدر در ایران؟ در همین گزارش اومده سهم طبقه دهک اول که ضعیف‌ترین دهک ماست 11% از مخارج ماهانه شو، من دیگه بردارم اینو جنوبت ماست، 11% از مخارج ماهانه شو به انرژی میده. شهری‌های ما 6-7% 7-8% ایمان 97 7-8% میدن. روستایی های ما 9-10% 9-10%. بریم ببینیم در دنیا این چجوریه. ما که انرژی ارزان در اختیار مردم گذاشتیم، ادامون اینه. در ترکیه حدود 5% ترکیه‌ای که اصلا تو این جای انرژی جایگاهی نداره، 5% مردمش برای انرژی ماهانه هزینه میکنن. تو اروپا حدود 2.5% حدود 2.5 حالا بالا پایینش هم هست. در امریکا حدود مثلا 3-3.5% نگاه میکنیم به کشورهایی که ما میدونیم که به اصطلاح در به اصطلاح به لحاظ ذخایر نفت و گاز مجموعه رو در قله این جهان ایستادیم. نگاه میکنیم در سال 1399 نسبت به 90 انرژی در جهان بین 27 تا 42% کاهش پیدا میکنه به لحاظ دلاری، ولی برای مردم ما به لحاظ ریالی 1200% افزایش پیدا میکنه. خب پس این چی شد؟ خب همینه که افسارو میکشیم به اقتصاد ایران و اقتصاد نای تکان خوردن نداره. ببینید این نشون میده که بررسی صورت‌های مالی های دکتر جناب علی بازار سرمایه استاد هستید، صورت‌های مالی چه اتفاق افتاده؟ ما بنزینو به کشورهای همسایه 4000 خورده تومان صادر کردیم، ولی بنزینو به دولت جمهوری اسلامی 5000 خورده فروختیم. اینو حتما دقت کنید. بنزینو برداشتیم در دو چون یارانه پنهان تحلیل جهان سایه هاست، من میگم یعنی یک نمایشی پشت پرده تاریکی میفته رو پرده یک حرکات موزونی، حقیقت چیز دیگری است. حاصل ضرب قیمت جهانی نفت به نرخ ارزی که در یک دو بازار دیگری شکل میگیره، اینو به طور مجزا دو تا عدد ببینید ضرب کنید منهای عدد داخلی، بگی ما به مردم یارانه بدیم، قطعا و مستاقش همین آبان 98 بود که اینو تایید نمیکنه. چطور میشه من به مردم میگم آقا به شما کمک میکنم، ولی مردم اینو درک نمیکنن و میگن نه مثلا ما یا کمکی هست نمیخوایم؟ اساسا اگه مردم بهشون کمک بشه این قیمت ها ارزان بشه، چرا اون اعتراضات شکل گرفت؟ طبیعتا ما بعد رفت اونجا دیگه بحث مجازی یا بحث موهومی که نداریم، یک رفتار حقیقی بود که همه متوجه شدیم که این قیمت ها نسبت به همون قیمتی که من عرض کردم، همین بنزینی که 3000 تومانه 75% همون 4000 تومانی که انجام داره میشه، و چرا ما میگیم به مردم این انرژی ارزانه در حالی که دکتر یادمون نره که ما نفتمون ملی مطابق اصل 45 اساس بحث انفاق ثروت عمومی محسوب میشه. در همون اصل 45 قانون اساسی تاکید شده که نفت در اختیار دولت، نه در مالکیت دولت، تا بر اساس قانونی که بر اساس مصالح عامه تهیه میشه و اون قانون هیچ وقت تهیه نشده به اصطلاح باید اداره بشه. اینم نکته رو بگم در اتلاف که بحث مهمیه. مثلا 90 چون 89 خودم 97 هم بگم، زمان خیلی محدوده، ما یک سری بگم، دو تا عدد سری بگم. ببینید ما اتلافمون در سال 1397 474 میلیون بشکه است آقای دکتر. این اتلاف نزدیک کل مصرف انرژی، کل انرژی یعنی گاز و برق و نفت هر چی که هست بخش خانگیه. یکی هم اینه که گاز خودمون منتشر روش داریم. وقتی نفت سفید کاهش پیدا میکنه، ما انشابات مثلا 80 بوده 7 میلیون انشاب به 30 میلیون انشاب رسوندیم. این چیزی بوده که تو برنامه‌ریزی دولت، خود دولت این کارو کرده. حالا نمیتونیم به مردم بگیم شما مثلا مردم رفتن گاز نفت سفید رو از 30 رسوندن 5 رفتار درستی هم کرد. متشکرم. آیا سو یک دقیقه زمان داریم برای جنبندگی؟ ای بابا هر دو بزرگ یک دقیقه که ما نمیتونیم کارش بکنیم. ببینید فقط من یک نکته رو خدمتتون عرض کنم. جناب قلی‌زاده کاملا در جهت صحبت های بنده صحبت، یعنی مستاقا در جهت صحبت بنده بوده. ببینید الان یک کشور بسیار نفخیزی در دنیا است به نام کشور نروژ، گرانترین قیمت بنزین در دنیا رو داره. چرا؟ از کالایی که نگاتیو اکسنالیتیز داره، یعنی از کالایی که اثر منفی بر اقتصاد میگذاره مالیات میگیرن. حالا که ما داریم در مورد یارانه پنهان صحبت میکنیم، به نظر من هم مثل جناب قلی‌زاده من هم اعتقاد دارم که اصلا این بحثا مطرح نیست. انرژی کالایی هست که به ضرر اشتغاله، باید ازش مالیات گرفته بشه. جناب قلی‌زاده نه اینکه سوبسید بدیم به انرژی، ما باید مالیات بگیریم از من انرژی. به شما چون ما به مردم نمیگیم مالیات میگیریم دیگه، در اطراف خودمون شما نمیگیم ما مالیات میگیریم. یکی از بالاترین مالیات گیرنده های سوخت هستیم در جهان. از امریکا بیشتر مالیات میگیریم. نه قانون مالیات ارزش افزوده مطابق ارزش افزوده هم اونجام دارن، 9% هم هست. دقت میفرمایید در ایالتی هم دارن. 6% تو بنزین بنده اون کشور زندگی کردم سالها. ببینید قیمت من همین الان چون جناب قلی‌زاده گفتن ببخشید از عوامل برنامه من مجبور شدم برم آنلاین ببینم قیمت یک لیتر بنزین در ترکیه که شما درست میفرمایید ترکیه طی 15 سال گذشته تولید ناخالص ملیش قبلا اندازه ما بود تولید سرانه، الان دو برابر ماست. قیمت بنزین رو نگاه میکنید صفر ممیزه 816 دلار کمترین در اروپا. خب
خب ترکیه کمترین قیمت تو بنزین تو اروپا است. نسبت به ما چقدره؟ 8.8 دقیقاً صحبت شما درسته، منم صحبتم همینه. ببینید هر چه کشور پیشرفته تره از انرژی میاد مالیات میگیره، کشورهای عقب افتاده میان چیکار میکنن؟ کشورهای و اون مالیات رو چیکار میکنه؟ صرف زیر ساخت میکنه، صرف ساخت بندر میکنه که بنادر ما متاسفانه وضعیت خوبی نداره، فرودگاه های ما وضعیت خوبی نداره، ریل ما شاید یکی از بدترین ها در دنیا باشیم. دقیقا ما دولتمون فقیر شده، دولتمون ضعیف شده، دولت مرکزی تو سرش خورده، اصلا قدرت حاکمیت دیگه نداره. دقیقا میفرمایید کشورهای اروپایی که فرمودن به درستی از هم یاد گرفتن، اول که همه اینها قیمت انرژی رو بالا نبرده بودن، متوجه شدن به جای اینکه ما بیایم از کسبه به عنوان مثال مالیات بگیریم، به جای اینکه از کارمندان مالیات بگیریم، ما بیایم روی انرژی مالیات ببندیم، صرف ساخت زیرساختا بکنیم، صرف پرداخت یارانه نقدی بکنیم، صرف پرداخت کمک ها بکنیم. همین الان قیمت در ترکیه 20,000 تومان هر لیتر، دقیقا اینا اشاره نمی کنید. همین مسئله مالیات بر بنزین، مالیات بر انرژی بود که ترکیه رو رشد داد، که نروژ رو یکی از بهترین کشورهای جهان برای زندگی الان کرده است. متشکرم. وقت ما تمام شد متاسفانه دوستان، بی حساب ببخشید. عدالت حکم میکنه که ما زمان نداریم، اگر انجام بدیم در 10 ثانیه فقط خدافظی کنم. ببینید یارانه پنهان باید محاسبه بشه، مردم چه یارانه هایی به دولت دادن، دستمزد، کیفیت حکمرانی، مسکن، حمل و نقل قابل مقایسه نیست. این اعداد فقط برای پوشش ناکارآمدی مدیریت ما در سمت عرضه و تولید که جهانی سازی شده از سال 1380 مشکل داریم. دوستان میان مقصر میندازن گردن مصرف کننده جز که آمارها تایید نمیکنه و بنابراین این آمارها واقعی نیست و آمارهای واقعی بیانگر رفتار صحیح مردم. خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر صدانی، آقای دکتر قلی زاده، محبت کردید. ما قضاوت نهایی رو بسپاریم به مردم و البته تصمیمگیران اقتصادی. امیدواریم که از مجموع این اندیشه ها استفاده بشه، یک تصمیم گرفته بشه که هم به منجر به عدالت بیشتر بشه، هم رشد اقتصادی در پی داشته باشه.